بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما هموطنان عزیز، عید شما مبارک باشه، طاعات و عبادات هم قبول باشه. در دومین برنامه هوای عید با شما هستیم و باز هم رفتیم به سطح بازار و ببینیم که مردم از عید سید فطر چگونه استقبال میکنن. با ما همراه باشید. عید شما مبارک باشه، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه. قبول کنه، قبول باشه از هم برادرای اسلام، از هم برادرای سلامت باشین. بیامدیم به گرفتن میوه عیدی دیگه. بله ها، بیامدیم به گرفتن میوه عیدی اگه بتنیم خریده. بله ها. کیلو چند میگم اینا؟ اینا کیلو سنیم ساعت میگم. خوبه دیگه. ما با 3 ساعت میگیم، اینا سنیم ساعت میگم. حال شما اگر ما بین شما دو تا قضاوت کنیم، شاید من یک دم 400 بگم، شاید هم 200 بگم. خب دیگه اندالو هر چی که میازه دیگه، ما چون که از قیمتای خبر ندارم دیگه، باز اگر من قضاوت بکنم شاید قضاوت ما منصفانه نباشه. نه ان شاء الله است، همه بچی هم ایراتیم، همه میفهمیم، همه علی کارای همه وارد می کارا. دقیقاً باید مغز جوز شما بستانی به روزای عید. یک چیزی هست که انال باب شده، انال ما خود ما که هسته برادر سیکو، از امروز اول تا به حال ما سفره نمیندازونه. خدا رو شاید میگیرن تا حال ما سفره ننداختنه، فقط به ته پشکا به همون چهار تا میریزنیم، چهار تا چوچه پوچ میای صغیر و کبیر میای همون میدیم به دست ته کیسه خو میکنه، کودکای میایم همون به هم ته کیسه خو میکنم میخورم میرم. اگر ما سفره بندازنیم اگر ممدم خونم بشینیم که بابا یکی وردش یا دوتا یا تا همون میمون اخونه بدهشه که همون ور نداره دوزی نکنه به کسی خو نکنه. ببامیدی ما همی زده میستونیم به سال 20 کیلو میستونیم میبرم همه جا یک دونه نمیمونه. همی تا کودکای میایم میدیدون به تک کسی اینا میگن نه من این کاکا میگم بگیر کاکا، همه میره تاشون با خوب پوچ میکنه، خرج میکنه، ای بر بر میکنه. اگر به کنار سفره بره مجبوره یک دونه مول داره به دهن خوب کنه، نه صاحب خونه سعی میکنه از چای دیوار نگاه میکنه برو سیکو اونا دیده سیکو اونه بلدش بخور. آخر چی اونا میمونه بخونه و همه کپک میزنه، همه تلخ میشه، همه خراب میشه. او به دست خود که بدی بیتره یا نکی خود بابا بره ول داره یک دونه که به دست. باز فامیل جنجال نمی کنن خدی شما که هم میگیر بو بردم میمونه ایدا قربونه برار ما گستن میسنه میکشیم. خدا رو شاید میگیرم به شما سفره نمیندازنیم. سه روز اید شاید از صدام رو بشنوه همین بنینده ها، سه روز همین عید قربان روز اول که عید گوسفند میکشین، دو روز دیگه از صبح تا به شوم آزان شوم میاد دیگه ما باباره همه چکه شوربا یا قرمه به پیش میبریم خودی نرمی گوشت میخوریم. انشالله امسال نصیب بشه که بیای ما هم همون شوربا رو میل کنیم. امسال به چام از زن گفت که سفره بندازین، گفتم نه بابا ما سفره نمیندازم. ها سفره نمای از ما همینه دیگه چکار کنیم. اگر دقیقاً صحبت کنیم عید سید فطر بیشتر شما دوست داریم استقبال میکنیم یا عید سید قربان؟ اگر راست بپرسیم که خدا رو میبده و مملکت ما و شما قراری بده همی تمنیت بده، هم هر روزی هم که باشه به سر ما و شما قراری باشه عیده. اگر عیدی که مثلا انالی به پریشونی و به غم و خونوتی که عیدی نیه براجو به سر ما و شما، اگر آرومی باشه دلا ما و شما به شوق باشه، زندگی خوشاوری داشته باشیم، بتنیم زندگانی کنیم نه زنده بمونیم، همیشه به سر ما و شما ایده. از شهر هراتین یا از کدام ولسوالی یا ولایت دگی؟ ما از این شهر هرات یا ولسوالی انجیل به اصل و خواستفیونیم، خونه ما به خوجه کله. صفیون کدام اید یا رسم و رواج خاصی به روزا اید داره؟ بله بله بله، همون هم بعضی نفرهای هست که همیت روزای عید قربان گسمان میکشن، بعضی شروع میکنه، بعضی باز یاد گرفته همین چهار تا نخوتی میزنه سفره میندازه. خب باز همینجگاه به ریدگاه ما میگیم دکون میبرم، همینجا کودکا میام با خود سویدا معامله خرید فروش میکنن، همینتا شلوغ پلوغه. کدام میوه عید بیشتر خوش داره، میوه خشک یا میوه تازه؟ من کالیش کدوم بیشتر خوش ندارم، چون دندونام همه بریخت، دوباره دندون شوندم، باز هم مزیق جلو نمیده.
بس امی موضوع دندان ها شما امی باعث شده که کمی دل سرد باشیم از بیدان. دل سرد باشیم. دل ما مایه که بخورم. نمیتونم خورده. میگن روزا اید که کسی به خونه شما میایه امو میوه خوش که میدیم ایدی باز بری و دیگه پول نقد به حساب معمولا ایدی که بچه ها خود ماین نمیدیم برینا راسته. انال یک طور دیگه از ما کست انال از می فامیلای که همونه که آمخته هر بچه که می یک ده بیس روپی به دست میدیم ده بیس روپی میدیم همون ده بیس روپی به کسی خو میکنه میگیم بیا کاکا جو بیا که نه این پولی دیتور ما بودم من به کسی خو میکنه میره یک پیفه اگه چیز میستانه همون دلی به چوق بشه کده که دلی به جا میشه ما به نظری ما که همیتا میگیم خوبه بسیار خوب است. از کسی خدای نکده ناراحت هم هستین شما؟ نه از هیچ کس؟ از هیچ کسی ناراحت نه. یا کسی از شما ناراحت باشه؟ او دیگه خدا میدنه حالا او خدا میدنه ما کسی ناراحت نیم الهی شد. اگر کدام پیام ایدی داشته باشیم از شما میشنیم اید عمل بده همگی مسلمان ها تبریکی میگیم همگی خوشوند میگیم خدا بکنه که همه مؤمن و مسلمان بیغم و سیده و بیدد مکانات چوچه پیچه خود اید بگیرم و زندگی کنم. تشکر. اید شما همچنان مبارک باشه. اید شما بخیر باشه. اید سعید فطر بیشتر مردم میایم یا اید سعید قربان؟ اید سعید قربان بیشتر میایم یا اید سعید فطر بیشتر میایم. اید قربان بخاطر که گوشت توی چربی ها زیاده باز میوه خوش کمتره میوه تازه بیشتر میگیرم. باز اید روزه که هسته باز میوه خوش بیشتر میخورم. ماه مبارک رمضان چگونه سپری کردین شما؟ خیلی خوب بود اگه چی ما نفهمیدیم خیلی خوب بود تشنگی و فقط هم بهمیت نرمال بود دیگه تشنه هم نشدیم گوشنه هم نشدیم گوشنه میشدیم یک بشکه بود اگه دیگه اگر بخوریم گوشت نمی‌خوردم میوه خوش می‌گیرید آره البته بعد از افطار به جریان روز نمی‌خوردین چیزی نه دیگه باز بخیر افطار که بشه هیچ وقت هم نخوردم و نمی‌خورم خب از خود هرات هستین از شهر هرات بله از هراتم از ولسوالی دیگه تلوی اول ولسوالی مو طرف از اوز کرباس کدام ولسوالی انجیل ولسوالی انجیل در منطقه شما کدام رسم و رواج خاصی در روزای عید وجود داره؟ دیگه سابقه که بود همین خودکشمیش بود تا این چند وقت پیش خودکشمیش بعضی خونه داشتم دیگه حالی همه سفره شده دیگه همین طرف رسم و رواج شهر و دی حالی یک شده اون هم حالی دی گفته نمیشه دیگه جزو نیه شده خود شما در روزای عید تمام همین میوار به سر سفره خدا ریم یا نه فقط یک چند تایی دار؟ نه از این قلمه همه میباریم حتی میوه تازه هم میخوریم اگر خلاص بشه چی کار میکنید؟ دیگه خلاص بشه باز میریم میاریم دیگه نه یعنی به خونه باز میباریم یا نه؟ به خونه دیگه همه زمین میباریم که خلاص نشه دیستار فقار باشه خود مرم بشه اول غم خونه رو میخوریم یا غم مشتری ها خور؟ اول خود غم مشتری ها رو میخوریم دیگه با دوشه کبومونه باز غم خود خور میخوریم که باز اگه خلاص بشه باز برای ما نمیمونه چیزی دوشه به جلوتر ما کار خورتیار میکنیم بیشتر کدام میوه خود شما دوست داریم چون که هر نوع میوه شما داریم دیگه اینا خو هم خوبه دیگه بیشتر پسته رو خوش داریم پسته؟ بله پسته خسته اینا بیتر خوش داریم پسته چی ویژگی داره هر کس میگه پسته؟ پسته خو یک چیزی هست که میوه خوبیه دیگه کیفیت بالایه دیگه از حساب طب هم فایده داره قیمتی هم بالایه دیگه هر کس نمیخوره به این خاطر میگم پسته خوبه زحمت کدام یک از اینا شما میکشیم در قسمت به حساب پختن یا برشته کردن؟ این بادوم ما خود ما خون میخریم بعد اونا رو میدیم پاک میکنه من 20 یا 30 ریپ هم بدیم اینا رو برشته میکنه دیگه را دیگه همیگه از نخود بریزی ها میاره خب این تخم خربزه دیگه نه؟ یعنی کدوه اینا؟ کدوه تخم کدو سفید گیرون بود من کیلو 700 بود نه آوردم نیه خیلی پیدا نشد باز اینا که هست ارزون تر خوبه این نخوت های نقلی میگن دیگه درسته؟ نه اینا نخوت قهوه میگن نقلی هم هست و به قول ما شما نقلیه باز به حساب که از خارج ایران میه باز اینا رو قهوه میگن کدام نوع میوه ها در افغانستان وجود داره؟ دیگه اینا بیشتری و که از خارج میاد مثلا این امسال وطنیه جلو از ایران میاد این وطنیه دیگه این مغز خسته وطنیه او بادوم ها وطنیه کشمش وطنیه دیگه این بادوم وطنیه دیگه باز اینا با تخم کانادایی همی تفتر گذاشا این وطنیه اینا وطنیه دیگه اینا رو هم همینجا میسازم قیمت کدام یک قیمت سال گذشته بوده یعنی ثابت مونده؟ ما سال گذشته ما به 270 تا 250 می خریدیم امسال به 340 روپیه به ما حساب کرد 370 دیر حساب کرده به 340 بر به 200 220 می خریدیم این ما به 1.5 ساعت می خریدیم امسال برای ما به 200 حساب کرده
کنجته. دیگه بادوم و پرسال به 70-75 میخرده، امسال به 140-130 بادوم زمینی. خیلی تفاوت کردن اخرا. پسته پرسالی پسته به 5.5 ساعت به ما میدادن. امسالی پسته برای ما به 8 ساعت حساب کرده. خیلی تفاوت ها داره. پرسال ما صندوق میخرده مثلا به 3.5 ساعت، امسال به 5.5 ساعت حساب کرده. نخرا خیلی بالایه. خب پس میمون که میای بگیر بگیم کم دست خور بگیر دیگه، چی مشکل داره؟ همون باز همون چیزایی که خیلی میمون نزدیکه ارزون تر میگذارن، گران تر باز بالاتر میگذارن. باز از سفره میگذارن. خجالت میکشه خورده راست کنه برادر. خود شما باز یک جای اگر بریم کدام مثلا پسته دورتر باشه میگیریم باز یا نه؟ باز ما ده که داخل میشیم سعی میکنه که کجا پسته نزدیکتر با میشیم. اول یک نظاره بغیر بکنم. یک چک میکنه آقا. اگر روزای عید عیدی نگیرین و یا عیدی ندین چگونه سپری میشه برای شما؟ دیگه عیدی خب مال کسی نمیده لالو، چون مال کلون شده خود بدین عیدی میدادن. حالا باز ما مجبوریم دیگه را عیدی بدیم دیگه، هشت جبریه به خورتکا دیگه همه به دست ما سهی میکنن. از امرو که بریم از امرو نماز عید که میاییم، حتی بعد صبح وقت میاییم به چون میگم عیدی مار بده مجبوریم بدیم بریم. ایدی خو میدیم دیگه. داخل پشخوابا هم میریزیم اینار که باز بریم میمان آبدین یا نه؟ خوردن درست بردن نادرست؟ خوردن درسته، خوردن علاره بردن حرومه. اگه قرار باشه بو برن دیگه هم یک روز وقت سفره جمع میشه میره برات کار خو. یک کاسکک خود میبرین تنظیم کنیم خب باز اگه همون رسم قدیم شد خود کش میشه میرزیم که سو مردم دیگه، حالا که فعلا رسم تغییر کرده دیگه. بسیار خوب، کدام پیام ایدی اگر داشته باشیم از شما میشنوید؟ دیگه ایدی دیگه ایدی خو اول ایدی سعید فطر به تمام هموطنان و عزیز خو تبریک عرض میکنم. دیوم از هم دیگه اگه صلح و آرامی به افغانستان آرزو دارم که کار غریبه بره مسلمان ها بشه. مردم والا میام نگاه میکنن بی میکنن ده نفر یک نفر میخره چرا دستی و خیلیه. همین دوار داریم، همین آرزو داریم که میگن که کار غریبی بشه، اقتصاد مردم خوب بشه، که همه بشه، یک کم اور نشه. تشکر، سپاس از شما، عید خوش داشته باشید. سلامت شما، همچنین شما. خوب این ساعت من دینید شما مبارک، تا عبادت قبول باشه. سلامت باشه، خیر بینید. خیر هستی. شکر. الهی شکر. آمدیم به گرفتن میوه عید. بله صاحب، آمدیم به گرفتن میوه عید. بسیار خوب. چگونه هست هوای عید؟ هوا هیچ به روزیات امنیت شکر، امنیت سرتاسر غریری شکر، رضایت داریم از امارات اسلامی، خیلی رضایت داریم. فساد اقتصادی ما خیلی به شیرینی آماده میگیریم، شیرینی ها گیرونه. اقتصادی همین ملت افغانستان تعینه مسلمان ها، اطراف برادر ها خیلی زیاد خریداری کده نمیتونم، اولین کتیزم خود می دیگه وقتا چیزی میگرفتیم از این یک کیلو میگرفتیم، فلان حال هرچی گرفتیم نیم کیلو. خب همین وضعیت اقتصادی خب پین برا دیگه، یعنی اگر وضعیت اقتصادی خوب باشه هر بار یک خروار میگیریم. اگر وضعیت اقتصادی خوب باشه نه و تناب شیرینی خروار نمیگیریم. دیگه امکانات ها دیگه چیزا سعی میکنیم خوب میشه، رنگ ریاد برادرها و مسلمان ها هم ریاد اینا خوب میشه شکر انشاءالله. همین تریاد مسلمان ها برادرها ما خوب شده، سر تا سر به امنیتی تمام مولیسپلی ها پلان همین ایراد ما میریم امنیت شکر خدا و فضل خدا افغانستان شکر خوبیت بالی ما بیایه الهی شکر. اگر دقیقا بیایم راجع به فرهنگ و رسم و رواجی که در قری شما در روزای عید وجود داره صحبت کنیم، چی فرهنگ و رسم و رواج خاصی وجود داره؟ فعلا به قری ما رسم و رواج خوب داره، رسم و رواج های قدیمه دیگه، همین قدیم. هنوز هم امو موضوع شیرینی انداختن داخل پشخوابا اینا هم هسته که باز بریم میمونا بدیم؟ بله صاحب، امیر اقام میکن مولا امام ما میای خود 7-8 نفر 10 نفر فامیلی خود همه غریه جا میای همین رسم رواج هست بده از زیر کند دیگه ما هست هیچ چند نه فلان کار بار ما بده فلان به حال سکونیت به شهر بله همین مرزن تازه عده آمده. سلام علیکم، رحمت الله، خسته نباشین. خوب زنده باشین، تشکر. عید شما مبارک باشه، طاعت و عبادت شما قبول باشه. زنده باشین، به شما ما همچنان مبارک باشه، طاعت و عبادت ما مبارک رمضان قبول باشه. سلامت باشه، خیر باشه. چگونه بود ماه مبارک رمضان برای شما امسال؟ بسیار ماه با برکت، ماه نیک و مبارک بود. ماه بود که واقعا از لحاظ گرمی و سردی هوا خیلی برابر بود، هوای معتدل و خداوند قبول کنه روزه عمر
روزه رو گرفتین انشالله امید که به درگاه حق تعالی مورد قبول قرار بگیره انشالله. آمادین به گرفتن میوه اید دیگه درسته؟ بله دیگه چون همین یک عنانات ما و شما هست دیگه مجبور امیر بگیرین بالاخره دوستا میاین و رفت آمدای باید یک آمادگی گرفته شه. میگم معمولا شما میوه اید که میگیریم یک تلری با خود میارین. والا به همین شرایط والا خب یک سشرخی هم نمیتونین بیارین. یا شاید بعضی وقتا داخل کسی خو کنه ببرین. همون رقم برستی هم وقت قیمت ها میبینین. خب طبعا نسبت به سالهای قبل فرق کرده و بالایه. دیگه عایدات کم و مثلا مصرف بیشتر. دیگه غیر ممکنه که بتنین به اندازه که نیازه یا بندازه بالا ببرین. از یک گزینه دیگه هم میتونی شما استفاده کنین که روز دوم سو میدر بگیم روزه بگیرن اونا. مردم روزه بگیرن. آره روزه خوب خوبه دیگه. نمیفهم به ایام عید باز گرفتن روزه شاید خیلی خوب نباشه نه. طبعا روز اول گرفته نمیشه دیگه روزه مشکل نداره. خب اگر یک صحبت بکنیم چی تفاوتی وجود داره از دید شما هوای عید در امسال و سالهای گذشته که شما بودید؟ والا یگانه تفاوت همینه که مردم یک اندازه آرامتر زندگی میکنن. از لحاظ امنیتی کم مردم مطمئنتره و میتونه بارمی عید خور سپری بکنه. دیگه از لحاظ اقتصادی اگر سعی کنین خب یک اندازه مشکلاتی وجود داره. بیکاری ها و ایگه پا مردم هر کم امو تحت تاثیر قرار داده. ولی باز هم فضل خدا همی آرامش نسبی که دارین همی هم قنیوت انشاءالله که بلکه در تمام عرصه زندگی یک اندازه بهتر بشه و مردم بتنن با کار و بار و زندگی خوب بهتر برسن. کدام میوید بیشتر دوست داریم شما؟ ولی اگر مصر بشه خب پستر من بیتر دوست دارم از دیگر. خب است پس پسته دیگه طبعا هر کس به خونه شما بیایه چون که خود شما هم دوست داریم هسته وجود داره. حتما همون یک چیزی یا همون قسمت پستر شما کمی کم نمی کنین چون که میمونا کمتر بخورن یا نه فرق نداره مثل نخود مندازه دیگه طبعا نور خو مجبور همون چیزهایی که قیمت خریده بشه باید بیشتر آدم متوجه باشه که باز همون تا شکل باشه که تا مؤخر ایده تا ایام ایده رو بتنه از اون باز دوباره و بازار نیده یعنی از اون استفاده کنیم. از پشخاب چقدر استفاده میکنیم شما؟ برای مهمان ها میدیم داخل پشخاب هم میوه اید؟ از میوه خشکه. بله سابقا خمی رواج خواب بود. والا خود من یاد میمیای از دورایی که خورتر بودین میرفتین خانه قوما دوستا. اما شیرینی معمولی که بود بسیار با لذت بود دور به کسی خو میکردین و همراه خو خونه میبردین. خب منطقه میفهمین که رسم و رواج ها فرق کرده. شیرینی ها روی دسترخوان فقط یا نگاه میکنین یا یک دانه از او تناول میکنین. باز یک جمله دیگه هم ایرتی ها خصوصا دارن میگن خوردن حلال بردن حرام. دیگه خب اگر بردن هم به یک اندازه باشه که باز همو میزبان متضرر نشه خب مشکلی نداره. اگر باز همو تماما سفره جمع بشه و دوستا به کسی خو کنن مجبور میشه باز پس دوباره هم اونا رو تهیه کنه دیگه. خب اگر کدام پیام ایدی داشته باشیم در اخیر از شما میشنویم. تشکر زنده باشین. ما ایده به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. خدا کنه که یک ایده خوشی داشته باشن. طاعات و عبادات همه قبول باشه و انشاءالله در کنار هم با صمیمیت و برادری بتنن ایده در سپری کنن. آمدیم به گرفتن میوه اید دیگه؟ نه ما که بعد دیگه چیز بیامدیم خب باز هم بینر قیمت رو میکنی که چند قیمت داره. آمادگی پس میگیریم به عید سید؟ میگیریم بله. بسیار خوب بسیار بودیم. چگونه است امسال آل و هوای عید؟ خوب خوب میگذارد حال پیلن که سگه هم همین به اوی خیلی گرون شده دیگه خوب میگذارد. خوب قراریه با هم نامانه کسینیه که با جلو کسی بس کچکار میکنی یا نمیکنی تر. چیکار کجان چند سال عمر داریم شما؟ تقریبا 70 سال عمر داریم. 70 سال خداوند شما رو حفظ کنه. اگر بیایم کمی قصه کنیم از دوران کودکی شما اگر به یاد شما باشه که اید چگونه بوده و در ایام جوانی شما و حال چی تفاوتایی وجود داره؟ ما که سابق مالدار کوچی بودیم. ایدای ما که همینطور بود به هم داشتا
یک چیز یا زمین دیوار می دیشتم اونا که بخید دور بودنم یا رسیدیم او طرفای گلران و ینا بودیم حالا که بیامدیم اینجا بس دیگه مدلی باید دیدی بخریم و باید چکز بخریم همینطور کارایی هستا مثل گپ شما مدل گفتیم او مدل بیتر بود یا این مدل بیتر؟ نه او مدل برای ما او مدل بیتر بود عزیزی کدا خب مالدار بودیم هر چیزی که می خوردیم با ما ما اثر می شد گوسپند می سر می بریدم همون گوسپند با یک بار با بار می کردیم می خوردیم اون دیگه هر کسی که می آمد همین تو سر می خورد هر اینا وزی تو مدل نیه هر وقت قدزه ای دیگه یک گوسپند حتما زیب می شد ها ها زیب حتما زیب می شد الهی شد اگر صحبت کنیم که عید سعید قربان برای شما بیشتر خوشاینده یا عید سعید فطر هر دو تا سر ما به پارک بود چرا بعضی هم ما گوسپان می گوشتیم بعضی هم می گوشتیم اما او بعضی بطور دوگه عجب بود که ما می گوشتیم به یدی قربان اما او عجب نبود خواه همی تو برای گوشت می گوشتیم سر می بریدیم می خوردیم میوه خوش چه قسم استفاده می شد یا نه؟ همی کشمیش استفاده می شد دیگه چیز استفاده نمی شد با همون جگه یک خاطری شیرینی از وقتای اید داشته باشیم شما یا کسی ایدی داده باشیم یا از کسی ایدی گرفته باشیم یه دیگه همه کشمش بود از هر کسی می گرفتیم یا آوردیم تا یک سپیمان خلاصه اکثر وقت گوشت بود که ما می خوردیم همون جگه از اونجا حرکت می کردیم می آمدیم اما بیده نبود خیلی بعد از اید هم همین سفره شما که گفتیم گوشت معمولا بوده یا مثلا همین شوربات حتما بود دیگه نه؟ یا گوشت سفره دو بود همون جبان دو بود همین مردم هر کس که می آمد از پیش یک پرچه ای وار میدیش می خورد که دل می خواست همین که دل نمی خواست اون حواظ نمی خورد می رو دیگه همین حال هم هست اون فرهنگ شما؟ حالا نه با این جگه نیه با اون جگه بودن سابق خیلی بود در روزای عید با هم جمع می شدین بزرگات و همسایه ها میراد با تای خانه یکی دیگه می آمد می شیشت خب همه چزار می خورد یا نمی خورد پس بدر می شد همینطور می گشت همه یه از کسی خدای نکده ناراحت هستین یا کسی از شما ناراحت باشه؟ نه ما پیلند از هیچ کس نید ناراحتیم تا حالا که با همین سند برسیدم نیم ناراحتی از دیگه کس بدیدین که از پیش ما ناراحت شده باشه بین کسایی که خدای نکده از یک دیگر ناراحت هستن چی گفتنی داریم شما؟ ما گفتنی داریم که مسلمان از دست روز باید عداوت به تایی جگر خونه دیشته باشه تایی سینه خونه دیشته باشه چون اگر دیشته باشه حسنه از جنا مثل همین علب که درو میکنه همین طور حسناتی از جنا درو میشه خلاص میشه و بادر نمیخوره اگر کدام پیام ایدی هم داشته باشیم اید تبریکی بدیم برای هموطنان ما از شما میشه خب سر به همه گی همین اطمینان میدیم خوب مبارکی هم میدیم از جنا که خدا مبارک کنه خدا از عزیزی بهتر کنه و از عزیزی بهتر بیای خوبتر